انجیل مقدس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که ترجمه جدیدی از عهد جدید یا انجیل مقدس به زبان فارسی مورد نیاز می‌باشد، زیرا ترجمه‌ای که فعلاً مورد استفاده قرار دارد ترجمه قدیم در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر، ترجمه شریف، تحت نظارت انجمن کتاب مقدس انجام شده و برای انجام آن عده‌ای از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردند. هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و حیات بخش انجیل به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانی آن بهره‌مند گردند. برای ترجمه عهد عتیق به فارسی جدید نیز طرح‌هایی وجود دارد و با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. انجیل متا فصل اول. شجرنامه عیسی مسیح پسر داوود، پسر ابراهیم. ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود و یهودا پدر فارس و زاره از تامار و فارس پدر حسرون و حسرون پدر ارام و ارام پدر امینوداب و امینوداب پدر نحشون و نحشون پدر شلمون و شلمون پدر بوعز از راهاب و بوعز پدر عبید از رود و عبید پدر یسا و یسا پدر داوود پادشاه بود. داوود پدر سلیمان بود از زوجه اوریا و سلیمان پدر رهبوام و رهبوام پدر ابیها و ابیها پدر آسا و آسا پدر یهوشافات و یهوشافات پدر یورام و یورام پدر اوزیا و اوزیا پدر یوتام و یوتام پدر احاز و احاز پدر حزقیا و حزقیا پدر مناسا و مناسا پدر آمون و آمون پدر یوشیاه بود و یوشیاه پدر یکونیا و برادران او بود. در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند. پس از تبعید یهودیان به بابل، یکونیا پدر سالتیل شد و سالتیل پدر زروبابل و زروبابل پدر ابیهود و ابیهود پدر ایلیاقیم و ایلیاقیم پدر آزور و آزور پدر صادوق و صادوق پدر یاکین و یاکین پدر ایل یهود و ایل یهود پدر ایلازر و ایلازر پدر متان و متان پدر یعقوب و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح را به دنیا آورد. به این ترتیب از ابراهیم تا داوود 14 نسل و از داوود تا تبعید یهودیان به بابل 14 نسل و زمان تبعید تا مسیح 14 نسل است. تولد عیسی مسیح چنین بود. مریم مادر او که به عقد یوسف درآمده بود،
قبل از آن که به خانه شوهر برود، به وسیله روح القدس آبستن شد. یوسف که مرد نیکوکاری بود و نمیخواست مریم را در پیش مردم رسوا کند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود. یوسف هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: ای یوسف، پسر داوود، از بردن مریم به خانه خود نترس، زیرا آنچه در رحم اوست از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام برسد. با کره ای آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئیل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد. یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشته خداوند عمل نمود و مریم را به خانه خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد، با او همبستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد.